عمل جراحی درمان قاطع اینا نیست. اگر هدف از درمان این باشه که این موجود که هیچ عیبی از لحاظ جسمی نداره بتونه راحت تر زندگی کنه در اجتماع، اگر هدف این باشه، عمل جراحی فقط این مسئله رو حل نمی کنه. پدر مادر تا اون موقع که نمی دونستم. نه، فوراً به خانواده و فامیل گفتم، دوران روانکاوی رو شروع کردم، فوراً مجوز از پزشک قانونی گرفتم و یک سال بعد در بیمارستان ایران شهر تهران زیر دست بهترین واقعاً پروفسور جراحی ایران که حتی توی آسیا هم مطرح هستن، آقای میرجلالی، جراحی کردم با 900 بیوش. من مثل اینکه طبق آخرین آمار 1300 تا عمل TS XY کردم، 1300 تا مرد جوون که آمدن زن شدن. اینه. از اون ور اونایی که دختر بودن، زن بودن، آمدن مرد شدن، اونا تقریبا به دلیل 450-500 تا میشن، نصفی. تا اون موقع اسمت چی بود؟ امیر. امیر آرام. آرام. بعد به اسمت هم فکر کردی قبل از عمل که مثلا میخوام اسمم این بشه، میخوام بشه تا؟ نه، عمم اسمم رو انتخاب کرد، یعنی من ده ها اسم تو ذهنم بود ولی یکی از عمم خانم گفت ترم قشنگ. عمل که میشدن میفتن درگیر این که بعد اسم و شناسنامه عوض کنم، ولی عوض کردن شناسنامه تو مکافاتی بود زمانی، من در دنیا هم تا 7-8-10 سال پیش مکافاتی بود. اونا واکنششون چی بود؟ خوشبختانه همه پذیرفتن. پس دخترها شانسی بودی تقریبا. آره، ولی خب همراهی هم نکردن، یعنی همراهی که من داشتم فقط همراهی ذهنی و عاطفی بود. خیلی مهمه. خیلی. ولی بعد از جراحی از اون موقع تا الان که 14 سال طول میکشه من تنها زندگی میکنم. 14 نوروز، 14 شب یلدا و هر شب جمعه من تنها. یک سالش رو هم شما اگه بهش فکر کنید قابلی اصلا تصور نیست، ولی من 14 سال تنها. چرا مثلا عید نوروز نمیتونی بری تو خونتون؟ چرا، ولی رفتار مناسبی که من دوست دارم با هم نمیشه. بعد تو برای خودت یه خونه گرفتی جدا؟ درآمد داشتی یا کمکت کرد؟ پدرم فوت شدن، ارثیه پدری هست. و بعد اون خونه رو طبق سرقه خودت چیدی؟ بله. چطوری؟ رنگ آمیزیش رو بگم همه چیش؟ آره، من برای هر فصل یه رنگی رو انتخاب میکنم. مثلا الان که فصل پاییز داره میاد، رنگ غالب چیدمان خونه من زرد و نارنجیه، تابستون آبی رنگ بود، مثل خونه یک دختر. تحصیلاتت چی بود؟ من رشته حقوق قضایی خوندم در مقطع کارشناسی. به دردت هم خورد؟ در حد اینکه با یه سری فرهنگ واژگان آشنایی داشته باشم، نه بیشتر. ولی چون که من شدیداً علاقه من به حرفه بازیگری بودم و 14-15 ساله که دارم تمرین میکنم، دوره گیریم رو پیش آقای شاهی، بابک شاهی گذروندم، دوره بازیگری رو پیش آقای کیمیایی، شاگرد خصوصی ایشون بودم، بدن و بیان شاگرد میکائیل شهرستانی هستم، اینا همه مطرح ترین چهره های سینما هستن. خیلی از همدوره ای های من بازیگر شدن و هنوز این اتفاق واسه من نیفتاد. بزرگترین مشکل از لحاظ اجتماعی کار و پوله. کاره که اینا کار پیدا بکنه. من امیدوارم که حالا که تابوها شکسته شده، کارگردان هایی که انشالله این برنامه رو میبینن و دوستان تهیه کننده و مدیر تولید، این اجازه رو بدن که این ترانسکشوال وارد فضای سینما و رسانه بشه و مطمئن باشن که با حضور چنین شخصیتی که حاشیه قشنگی داره از اون جهت که برای مردم یه علامت سوال بزرگه، سینما و گیشه و فروش ویدیو رسانهشون تأمین میشه. تا حالا خواستگار داشتی؟ بله، دو بار خواستگار داشتم. یک بارش که به صورت متداول و رسمی اومدن خونه مادرم خواستگاری، همه چیز خوب انجام شد. مادر من از اول به شاهین میگفت که باید
به مادرت ما این موضوع رو بگیم. شاهین میگفت نگید، من نهایتا میگم که زنم بچه دار نمیشه، لازم نیست همه چیزو بدونم. و من نمیدونم چجوری مادرش خبردار شد، تمام داستان رو فهمید. اتفاقی نیفتاد ولی رفتارها سرد شد. بچه دار شدن و ازدواج کردن اون بسته اینه که چجوری با اون شوهر آتیهشون رو برخورد کردن. اون شوهر آتیه تا چه حدی در جریانه و به نظر من باید در جریان قرار بگیره و قبول بکنه اینو. و این که قبول بکنه، هیچ وقت هم یک مرد نمیتونه قبول بکنه که این کسی که میخواد بگیره یه مرد بوده، چون این مرد نبودن. این هر بار دلبستن ها و شکستن ها یه جورایی لطمه میزنه به روح. دو سال هست که دیگه من اصلا قید ازدواج رو زدم و سفت و سخت به کارم چسبیدم. یعنی الان برات کار مهمتر از اون روابط عاطفی؟ 100%. عاطفه رو توی رابطه با جنس مخالف تو خودم کشتم و خیلی غم انگیزه. خیلیشون هم ازدواج میکنن، البته اینا میتونن بعد از عمل، این عملی که ما میکنیم، یه زندگی زناشویی خوبی داشته باشن. بار دومی که خواسته دارید به هم خورد چی بود؟ یکی از بچه های سینما بود، رشته کارگردانی میخوند. اون هم کاملا تمایل داشت ولی از یه خانواده سنتی بودن. تو هر دوره که من میرم سراغ ازدواج، یکی دو سال احساس میکنم تو کارم عقب میافتم. این ترانسکس ها یک اختلال در هویت جنسی نیست، نه، اینا یک واژگونی هویت جنسی دارن. یعنی هویت جنسی، اینا آگاهی و پذیرش که از جنس خودشون دارن به کلی وارون است. میری آلبوم تو ورق بزنی، خاطرات اون سالات رو مرور کنی، یا فایلشو بستی گذاشتی کنار؟ اصلا بهش فکر نمی کنم. فقط اون جایی که یه اندوه خیلی بزرگ یا یه شادی خیلی بزرگ تو صفحات خاطراتم هست بهش می پردازم.